فرماندهی پلیس طالبان در کابل: در روزهای عید آتش‌بازی و شلیک شادیانه نکنید. یک افغان در آلمان که هموطنش را کشت و به هواداران فوتبال حمله کرد توسط پلیس کشته شد. معاون یونما و سفیر چین درباره سومین نشست دوحه گفتگو کردند. امیر هریوا وارد شهر هرات می شود. مشروع خبرها: خالد زدران سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل روز شنبه از مردم خواست در شب و روزهای عید از آتش‌بازی و شلیک‌های هوایی خودداری کنند. آقای زدران گفت شهروندان از استفاده انتقال و خرید و فروش پتاقی و اسلحه پلاستیکی خودداری کنند. خالد زدران در یادداشت در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس هشدار داد که در صورت سرپیچی از این دستور با متخلفان برخورد می‌شود. این در حالی است که طالبان در نزدیک به 3 سال گذشته عملیات بازرسی خانه به خانه برای جمع‌آوری اسلحه در کابل و ولایت‌های افغانستان را انداخته و نگهداری از سلاح برای غیر از اعضای خود را ممنوع کرده است. پیش از این افراد طالبان در مناسبت‌های مختلف مثل سقوط پنجشیر، ایام عید یا پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان دست به تیراندازی‌های شادیانه زدند. یک افغان در آلمان که هموطنش را کشت و به هواداران فوتبال حمله کرد توسط پلیس کشته شد. پلیس آلمان روز شنبه اعلام کرد یک شهروند افغانستان را در غرب برلین به ضرب گلوله از پا درآورده است. به گفته پلیس این مرد ابتدا یک هموطن خود را کشت، سپس با حمله به تماشاچیان بازی افتتاح مسابقات فوتبال یورو 2024 در شرق آلمان 3 نفر را زخمی کرد. به گفته پلیس این شهروند 27 ساله افغانستان عصر روز جمعه بار اول با یک شای شبیه جاقوب اگر هموطن 23 ساله خود در ولمرشن شهر کوچک در حدود 130 کیلومتری غرب برلین حمله کرد. این فرد بعداً بر اثر جراحات وارده جان باخت. پلیس گفت که مهاجم افغان بعداً به گروهی از افرادی که در حیات یک خانه شخصی مشغول تماشای بازی فوتبال آلمان و اسکاتلند بودند حمله کرد و 3 مرد آلمانی را زخمی کرد که وضعیت 2 نفر از آنها وخیم است. با گفته پلیس مهاجم که همچنان به همان شای شبیه چاقو مسلح بود به افسرانی که به محل حادثه اعزام شده بود نیز حمله کرد. او در اثر شلیک 2 تن از ماموران پلیس زخمی شد که بلافاصله پس از انتقال به شفاخانه جان باخت. پلیس گفت انگیزه حملات نامشخص است. وزارت داخله ایالت زاکسن آنهال که شهر ولمرشن بخش از آن است گفت که پلیس حضور خود را در سراسر ایالت افزایش داده است. مسابقات فوتبال در شهرهای سراسر آلمان برگزار می شود و تا 14 جولای ادامه دارد. در هفته های اخیر چندین گزارش در ارتباط با حملات شهروندان افغان ساکن آلمان منتشر شده است. پلیس آلمان اعلام کرده که یک جوان 19 ساله افغان به اتهام حمله با چاقو به یک زن 41 ساله آلمانی در شهر فرانکفورت دستگیر شده است. روز جمعه 11 جوزا نیز سلیمان عطایی جوان 25 ساله افغان با حمله به تجمع نظام مخالفان اسلام در شهر مانهایم یک پلیس را کشت و 5 غیر نظامی را زخمی کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان گزارش می‌دهد 4 طالب تروریست در حمله نیروهای جبهه مقاومت ملی در هرات و فرا کشته و زخمی شدند. نیروهای جبهه مقاومت ملی افغانستان شام گذشته 24 جوزای سال 1403 بر یک محل بازرسی ملیشه‌های گروه تروریستی طالبان در مربوطات فرقه هرات حمله کردند که در نتیجه آن 2 طالب تروریست کشته و 1 تروریست دیگر زخمی شد. همچنان نیروهای جبهه مقاومت ملی ساعات قبل از حمله یاد شده در هرات در مربوطات ولسوالی اناردره ولایت فرا نیز بر ملیشه‌های گروه تروریستی طالبان حمله کردند که در نتیجه آن 1 طالب زخمی شد. در این عملیات‌ها به نیروهای جبهه مقاومت ملی آسیب نرسیده است. نیروهای جبهه مقاومت ملی عملیات‌های هدفمند خود را در مناطق مختلف کشور به منظور برچیدن بساط و ظلم و جنایت گروه تروریستی طالبان در هو اجرا می‌کنند. طالبان در مورد چیزی نمیگویند. جمهوری افغانستان چرا سقوط کرد؟ ادامه‌اش: در نتیجه چنین کوتاه‌بینی بود که دولت افغانستان در هم شکست. این شکست معلول غلبه نظامی طالبان نبود. پیامد کوتاه‌نگری سیاستمداران افغان، محاسبه غلط غربی‌ها و فقدان ظرفیت لازمه که مملکت به فراغ و پیچیدگی افغانستان را در زمان بحران مدیریت میکند بود. بنابراین بررسی سقوط دولت افغانستان در چارچوب دولت‌های شکننده و تفصیل بحران در افغانستان، عوامل و پیامدهای آن و مقایسه آن با نمونه‌های مشابه رأی‌گشاست. این گزارش کوشش است برای به بس کشیدن مسئله سقوط جمهوری افغانستان در چارچوب و با استفاده از ادبیات دولت‌های شکننده. دولت شکننده ناهنجاری دولت‌های مدرن است. ادبیات علم سیاست دولت‌های شکننده را از سه منظر یا با اتکا بر سه متغیر یعنی عامل مورد سنجش قرار می‌دهد.
این سنجه‌ها عبارتند از مشروعیت، حاکمیت و ظرفیت. دولت شکننده و ساختار اطلاق می شود که در مقایسه با دولت کارا مشروعیت، حاکمیت و ظرفیت ضعیفتر دارد و در برخی موارد فاقد این پایه هاست. ضعف مشروعیت، رعایت قرارداد اجتماعی اساسی دولت و شهروندان تعیین کننده میزان مشروعیت دولت و آگاهی جامعه است. دولتی که به قرارداد اجتماعی یعنی قانون اساسی و زیر مجموعه های آن احترام بیشتر داشته باشد از دید شهروندان مشروع‌تر است. ضعف مشروعیت دولت توانایی سیستم های پذیرفته شده اداری و سیاسی را کاهش داده و باعث افزایش فساد در دستگاه دولت و استفاده جویی از امکانات و ثروت ملی می گردد. مشروعیت ضعیف عامل اصلی فساد سازمان یافته گسترش منازع و فروپاشی جمهوری افغانستان بود. افغانستان به دلیل داشتن اقتصاد سیاسی مبتنی بر رانت و زمین و مناسبات اجتماعی سنتی بر دولت مرکزگرا و جامعه نامتمرکز بنا یافته است. هنگامی که تعادل میان قوانین رسمی و هنجارهای جامعه سنتی حفظ شده، جامعه ممدد دولت قرار گرفته و دولت توانسته به آسانی کسب مشروعیت و اعمال اقتدار کند. اما هنگامی که تعادل میان دولت و جامعه برهم خورده، جنگ و ویرانگری به میان آمده که پیامد آن دولت شکنندگی از یک سو و جامعه منزوی از سوی دیگر بوده است. بنابراین ضعف مشروعیت نهادهای دولتی در افغانستان هم به ناکامی دولت و هم به ناهمسویی جامعه با روند سیاسی ارتباط دارد. به این معنا که شکست قرارداد اجتماعی و به ادامه آن شکست دولت به همان اندازه که معلول سیاستهای دولت است، مولود ناهمسویی نیروهای مدعی نمایندگی از قشرهای جامعه نیز است. بدون همسویی و همدلی دولت و جامعه در افغانستان، چرخه باطل شکنندگی دولت همچنان خواهد چرخید و در نظام سرغیر بین الدول که مبتنی بر زور منافع دولت هاست، افغانستان کماکان منتظر لطف دیگران خواهد ماند. بنابراین افغانستان برای روی پای خیش استادن نیاز به قاعده مندسازی رابطه جامعه و دولت در بوشهر نظریه ترقی خانه و درک وضعیت افغانستان در چارچوب نظام بین الدول دارد. دولت افغانستان همواره کوشید تا با استفاده از شیوه‌های محافظه‌کارانه و انقلابی رابطه جامعه با دولت را تنظیم کند. این دو سیاست با وجود تفاوت در جزئیات بر یک اصل بنا یافتند. اداره اطراف از طریق تطبیق قوانین رسمی از مرکز روش انفاذ یکسان قوانین در سراسر مملکت با آن که میتواند ممد دولت سازی و توسعه باشد، شیوه های تطبیق آن در افغانستان سبب واکنش نیروهای سنتی جامعه و در نتیجه تضعیف مستمر دولت شده است. به همین دلیل قاعده‌مندسازی رابطه دولت و جامعه باید بحث اصلی دولت سازی در 20 سال پسین می بود که متاسفانه به دلیل روزمرگی سیاستمداران و کوتنگری اندشمندان افغانستان نسبت به تاریخ سیاست مملکت مورد بحث جدی قرار نگرفت. هیچ کس نخواست کاهش مشروعیت دولت را به معنای کاهش مشروعیت چتر بزرگ سیاسی مملکت به بحث گیرد. برعکس، چیزدانان بیشمار کاهش مشروعیت دولت را به افراد و ساختارهای قومی تقلیل دادند.